دوستان گرامی، مهمانان عزیزی داریم در استودیو. اگر که از این لحظه به ما پیوستید و تو اتومبیل رادیو رو روشن کردید، مهمانان ما خانم هلن هستند و همکارانشون حضرت خاچاتوریان که از این حضرت خیلی خوشش میاد، جناب فرهادی عزیزمون که داریم گپ میزنیم، گفتگو میکنیم در مورد دوازدهم ماه می. بله، اونم در الکس تیاتر. شنوندگان عزیز که میتونید برای اطلاعات بیشتر به helenconcert.com مراجعه بکنید. آنی مارکت در گلندل و کیو مارکت در ولی برای گرفتن بلیط ها. و تلفن اطلاعات هم خیلی آسونه، 818-395-14-14. بسیار عالی. خب خودتون بگیم، ما که از صبح تا شب اینجا حرف میزنیم، شما ها چی؟ شما میشستین تو خونه گوش میکردین هر کاری؟ این کنسرت تو لایو کنید، برنامه ای که دارین یه مقدار برنامه یه سورپرایزه. اصلا همه تو هر سورپرایزه؟ آره اصلا چی شد این گروه به وجود اومده؟ خودش جای سواله. فرض اینجا شما بگو. بله، پس من تعریف کنم. بله، بیشتر شما ممنونم ازتون. شما گفتین از کجا شروع شد؟ البته از هلن شروع شد. بله، هلن مدت هاست که یه خورده کمتر اکتیوه، کمتر روی صحنه. نه، شما از کجا میدونید؟ من همیشه اکتیو بودم. چند تا آلبوم الان بخوایم آلبومش کنیم؟ نه، اسور، یعنی ده از هر کدوم، یعنی یه سیتای من الان دارم آهنگ. و من فکر کنم تمام اون آهنگا رو ما قراره 12 بزنیم. نه، و خوبی 12 اونی که از لحاظ پروداکشن، کیفیت پروداکشن خوب خواهد بود. یک بند 14 نفره خواهیم داشت، وایولینز و دوستان. بله، دوستان خوب موزیسین تاپ ناچ درجه یک در کنار ما خواهم بود. و رپرتواری که از خانم هلن انتخاب شده، هم از گذشته است هم از جدید، و هم چون روز مادره یه خورده بیشتر احساساتی و بله اموشنال خواهد بود، همه برای مادران. چه هدیه خوبی میتونه باشه برای روز مادر، برای مادران. آره، به دو زبان ارمنی و فارسی. برای مادر مگه میشه آدم بره الکس تیاتر نخونه؟ اونم به زبانه ارمنی. چقدر خوبه که مادرها رو مخصوصا ببرن در این تجمع. خیلی خوب، گرمایی بسیار خوبیه. یوزوالی میکنن مادرهاشون. البته ما مطمئنن که اهالی گلندل همه اونجا خواهند بود، شک نداریم. ما هم باید گرین کارت بگیریم. بله، یا ویزا بگیریم، ویزای مخصوص میخواد. اگر رافی، رستوران رافی برین، همونجا ویزا براتون اعلام کنم. آره، همونجا بیل تبلیغ رو بعدا براتون میفرستیم. خب میفرمیدیم، توضیح میدیم. در نتیجه میگم یه خورده حالا منو هم که از من در خواستن که به این گروه اضافه بشم، خود منم یه خورده دارم تیست میوزیک خودم رو میارم توی برنامه زنده که با هلن خیلی کار میکنه، چون هلن خواننده خیلی خوبیه و یکی از خواننده هایی که در مورد همونطور که شما قبلا گفتین، نه تنها در مورد موزیک وارده، ساز میزنه. این خود ساز زدن خیلی نکته مهمیه. بله، نمیدونین چقدر خیلی مهمه. مثلا عاشق ضبط تمپو. بله، بله، بذاره تپک. بله، من ندیدم که حالا ساز زدن.